بررسی های ویژه انجام شده نشان می دهد که تبعیض دینی همچنان علیه پیروان اهل بیت اسمت و تعالت علیه مسلم در کشور بحرین ادامه دارد. فعالان حقوق و شری که بحرین همچنان از تبعیض در آزادی دینی رنج می برد و شیعیان در این کشور به اشکال مختلف سرکوب می شوند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بحرین کشوری کوچک است. در نقطه استراتژیک با دارایی های مهمی مانند نفت و مروارید مرواریدی که دیگر با خون های ریخته شده به سرخی میزند. آرامش موجود در گذشته بحرین به دلیل دخالت های خارجی و سرکوب های داخلی از بین رفته و تاوان این زیاده خواهی ها را تنها شیعیان مظلوم این کشور پرداخت می کنند. در همین راستا سه سازمان حقوقی در گزارشی درباره وضعیت آزادی دینی سال 2021 اعلام کردند آل خلیفه تبعیض در آزادی دینی علیه شیعیان بحرین را متوقف نکرده و همچنان به آزار و اذیت آنها ادامه می دهد. انجمن بحرین سازمان صلح و مؤسسه دموکراسی خلیج فارس گفتند نخست وزیر جدید بحرین تا کنون هیچ گونه اصلاحاتی درباره تبعیض دینی علیه شیعیان انجام نداده و نیروهای امنیتی به سرکوب آزادی های دینی ادامه داده و شهروندان را بازداشت و جریمه می کنند و آنها را مجبور کردند که فعالیت های دینی را کم کنند این نیروها به شرکت کنندگان در مراسم ازاداری یورش برده و در برخی مناطق آنها را به زور متفرق کرده و سپس از رسانه ها برای تغییر حقایق استفاده می کنند بر اساس این گزارش شماره بازداشت های خودسرانه در محرم امسال به سه نفر میرسد. هجده مورد احزار هم ثبت شده که از میان آنها علمای دینی و مدهان هم اند. مراکز پلیس آنها را احزار کرده و سپس به اتهام احیای شاعر آشورایی مورد بازجویی قرار دادند. این سازمانها ها تأکید کردند در جلسات بازجویی به جرم یا شکایتی استناد نشده اما این بازجویی ها بر اساس ادعاهایی بوده که سعی شده از آنها برای ارعاب و تحت فشار قرار دادن با هدف کاهش آزادی دینی انجام شود. سازمان های حقوقی با بیان اینکه شمار تجاوز نیروهای امنیتی در ایام آشورا در زندان ها به چهل و دو مورد رسید گفتند زندانیان بحرینی نیز در زندان تحت فشار قرار گرفته و به گفته سازمان های مستقل حقوقی زندانیان در زندان مرکزی جو از انجام شاعر دینی در ایام محرم محروم بودند. همچنین در بخش دیگر این گزارش آمده روزنامه های بحرینی طرفدار حکومت این حوادث را به شکل بیطرف پوشش ندادند و اسمی از سرکوب نیاوردند و مقالاتی را در ستایش اقدامات دولت منتشر کردند. سازمان های حقوقی دولت بحرین را به توقف هدف قرار دادن و تبعیز طایفه ای عدم محدودیت انجام شاعر دینی حسینی برای شیعیان و توقف ایجاد محدودیت برای زندانیان در انجام شاعر دینی و بهبود محیط زندان دعوت کردند. این سازمان ها همچنین دولت را به عدم دخالت در امور ویژه موکب ها و حسینی ها و تضمین آزادی دینی در چارچوب نظامی عمومی دعوت کردند. هرچند تا کنون گزارش های فراوانی درباره بحرین ارائه شده و بیانی های زیادی نیز صادر شده اما به باور کارشناسان تا دخالت های خارجی و سرکوب های داخلی در این کشور وجود دارد آش همان آش و کاسه همان کاسه است